سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه برگی از تاریخ. بار دیگر با یوسف اردلان هستیم. سلام بر تو یوسف جان. سلام بر شما و بینندگان عزیز. در این بخش از برنامه برگی از تاریخ به جنبش های دگرگون سازی که جنبش های اجتماعی بودند نگاهی بیفکنیم، خصوصا در دوره‌ای که جنبش های تازه‌ای در حال شکل گیری هستند، جنبش هایی که نشان دهنده فرایندهای اجتماعی خاصی در دوره های معینی هستند، جنبش هایی مثل جنبش های محیط زیستی که الان هست در سطح کل جهان و در ایران جنبش های دفاع از محیط زیست در اشکال مختلفی نشان دهنده در واقع موقعیتی هست که چیزهای زیست محیطی در ایران درش هست. این بیابی و خوشسالی، آلودگی های آب، فرایند های معینی که توی محیط اجتماعی رخ میده نشان دهنده اینه که و جنبش هایی که علی شرایط زمانه و موقعیت بلند میشن نشانه دگرگونی هایی هست. جنبش های ملی که سالها ما باش روبرو بودیم، جنبش ملی که در کردستان و آذربایجان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان ما شاهد بودیم، جنبش هایی که علیه بیداد و تبعیض ملی و محدودیت ها و محرومیت ها برخواستند. جنبش کارگری، جنبش بازجسته ها، جنبشی که امروز ما در گذشته شاهد جنبشی به نام جنبش بازنشستگان نبودیم، اما الان شاهد جنبش بازنشستگانیم، جنبشی که سالهاست الان خیابانهای ایران رو در می‌نورده و از شرایط وحشتناکی که اونها دارن گلایه میکنه و موقعیت تازه‌ای رو در واقع در مقابل ما قرار میده. جنبش جوانان که توی دهه خصوصا دهه 70 و دهه 80 به یک جریان بزرگ اجتماعی تبدیل شده بودند و موقعیت های متفاوتی رو در واقع عیان می کردن. در این حال ما شاهد جنبش های هستیم که همواره وجود داشتن و دارن، از جنبش کارگری تا جنبش زنان، از جنبش های برای تغییرات اجتماعی و سیاسی متفاوت که در واقع هست و تاریخ این کشور و کشورهای مختلف رو در واقع سامان میده. این جنبش ها هم سریع و عظیم و دگرگونی سازن، هم جامعن، بسیارانی رو در بر میگیرند و فراتر از در واقع جدایی های ملی و سازمانی و تفکری میتونن آدم های رو ساخت معین، یک خواست معینی به خیابان بیارن و مدت ها تا در واقع به نتیجه رسیدن یا سرکوب شدیدش رو میتونن ادامه پیدا کنن. حالا نگاهی کنیم به این جنبش هایی که بوده. ما جنبش مشروطیت مثل یک جنبش طولانی که تاریخی از ایران رو سازمان داد روبرو بودیم و تا لحظه انقلاب بهمن میشه گفت که میشه تا حد زیادی ادامه پیدا کرد. حالا اگه شما چه تصویری دارید از یک نگاه تاریخی، اگه یک برشی نگاهی بزنیم به تاریخ، چگونه این جنبش ها رو معنا میشه و یا تصویر میکشه؟ این دامنه وسیعی که شما در همه زمینه ها گفتید خیلی دیگه معلومه که دقیقا در دربر میگیره. مجبوریم همین، چون هر پدیده ای همونطور که میدونی یعنی مجموعه بردارهاییست که یک پدیده کنکرت رو بوجود میاره. هزاران هزاران المان با هم دیگه جمع میشن، یک پدیده کنکرت اجتماعی رو بوجود میارن. یعنی هیچ پدیده یک المان نداره. یک بعد در اینجا بعضی وقتا یه نکته شاخص میشه در هر حال. و ما در این که صحبت میکنیم همینطور که بارها هر دفعه تکرار کردیم ولی هم خسته نمیشیم که تکرار بکنیم که لازمه ما این زمینه اجتماعی که توی زندگی کردیم، یعنی تاریخمون، حداقل تاریخ نزدیکمون رو بدونیم، که بدونیم بر چه زمینه ما رشد کردیم، از کجا اومدیم. هیچ چیز از آسمون نیفتاده، هیچ چیزی هیچ که هم برامون تاریخ ننوشته. تاریخ های هم برامون می نویسن جعلیه یا بعضی رو پاک می کنن. واقعا پاک کردن تاریخ مخصوصا مبارزات توده های زحمت کش و کارگر هیچ که نمی نویسه و
یا احیانا فلان حزب فلان جریان اتحادیه داشته حزبی داشته در اون می‌نویسه، ولی به طور کل حرکت اجتماعی که همیشه وجود داره همونطوری که اشاره کردید، چون معلوم زندگی وجود داره. زندگی وجود داره یعنی چی؟ یعنی تولید کنندگان این زندگی از زیر زمین بگیر تا عرش اعلا همش رو بشر درست میکنه. معلومه کار دست بشر، خودش به وجود نیمده، تمام امکاناتی که داریم از خورد و خوراک همین چی. ولی اونایی که مولد این شرایط و این امکانات هستن خودشون به اندازه کارشون ازش بهره نمیگیرن، یعنی مناسبات ناجوره. اینی که میگه سر واژگونه در واقع تره باید سر جایش بشونی. بله نمیشه گفت یه دونه نمیدونم کارگر ساختمونی حتی یه دونه آپارتمان 6 اتاقه داشته باشه، ولی یه سرپناه باید داشته باشه. تمام این ساختمونا رو کارگر ساختمانی میسازن که خودشون یه متر ندارن زیرش. آخه نمیشه این یه جور این در ناب سامانی شکل بیعدالتی اینا رو نمیگه، اونا که به جای خودش کار اخلاقی مسئله که تا تبیان هست، ولی در اصل قضیه این نقشی وجود داره که این شکلیه که مولدین این دنیا خودشون بهره نمیبرن از این ثمره کارشون، بعضی کارشون بهره نمیبرن، بعضی ها اصلا خیلی بد جوری هم ضرر میدن، بعضی ها مفت میخورن. خب اینه باید یه جوری ترتیب کنه در هر حال. و این عوض کردن این روابط، عوض کردن این شرایط لازمش خب نظر مبارزه است، و این مبارزه لازمش واقع بینی در مبارزه است، الا همت کردن و در واقع اون فرهنگ اخلاقی که خودمون داریم تجربهش هم کردیم بعضی وقتا حالت عرفانی به خودش میگیره، اون رو یک کمی باید تلطیفش کنیم، واقعی ترش بکنیم. بلا همیشه در مقابله با یک در واقع بگیم ایدئالی که تبدیل بشه به ایدئال عرفانی، که ما باید از اون خودمون رو جدا بکنیم. ما رو اما ایده ما واقعیه و این واقعیت رو باید دوباره مرور بکنیم و ادامه بدیم. در حتا از صحبت های شما که اشاره کردید، مخصوصا من این رو بگیم که از مشروطه به بعد که در هر صورت تغییر بنیادی میخواست بشه کامل نبود، سازشی بود، سازش طبقاتی بین طبقات مختلف و قشرهای گوناگون، از عشایر بگیر تا اشرافیت روحانیت تا اشرافیت سلطنت تا روشنفکرهای اون موقعیش که عمدتر هم از همین ادامه در واقع اشراف حاکم بودن، دستشون به درشون میرسیدن، تا بازرگانهای بزرگ تا تولید کنندهای کوچیکی که داشتن یواش یواش از کارگاهی در میومدن. اون ائتلاف در واقع اون سازش طبقاتی اون زمان درست معادل هست با همون زمان اول در واقع مشروطه و حکومت مشروطه، اون مسئله جواب داد، ولی به دلیل اینکه رادیکال نبود. انقلاب توده‌ای که به اصطلاح یک بخش عظیمی از همین مولدین این سرزمین رو که دهقانا بودن در بر نمیگیره، ما با هیچ در واقع خیزش دهقانی و تبدیل بشه به شهر نبودیم، جامعهمون نظر عقب افتاده بود. اشاره کردیم که بیش از حدودی 20% هنوز عشایر بودن، یعنی حتی کشاورز ساکن هم نبودن، و اون سیستم در واقع عشایری اون سیستم کهنه‌ای خیلی کهنه است. و ما بعدا وقتی مخالفت مثلا فرض کن یک عشایر بسه به اینکه خان عشایر عیار باشه، آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه، ولی مخالفت اون با مثلا استبداد فرض کنیم حتی بگیریم احمد شاه یا استبداد رضا شاه، این به سادگی برای یه آدم ساده اندیشی به سوردی فوری لقب انقلابی بهش میدن، در حالی که مخالفت اون با استبداد مرکز با مخالفت اون اتحادی کارگری که بوجود اومده و میخواد حقوق 8 ساعت کار بگیره و در تقابل با ارتش
قزاق رو قرار میگیره، این دوتا یکی نیست، یه جهت نداره، دوتا چیزه. این نکته ها رو باید توجه کرد که بعد از اینش هم ما خیلی مواجه هستیم با بسیار مخالفت هایی که مثلا فرض کنید مخالفت یه سلطنت طلب امروزی مثلا که میخواد ارث باباشو بگیره با میگم جوان معترضی که میشه کارگری اینا تو مقایسه نمی کنم چون اصلا زشت مقایسه کنم با اون جوان که فریاد میزنه آزادی میخواد حکومت بگیر، این دوتا در این لحظه هر دوش مخالف جمهوری اسلامی هست ولی یکی نیست. اینو باید توجه بکنیم، این یکی نبودن در این لحظه تقاطع ها خیلی بعضی وقتا آدم دچار اشتباه میشه، همونطوری که تو قیام 57 شد. برای این مسئله بگیریم که از همون عرض کردم زمانی که این رسا در واقع میشه گفت سازش طبقاتی بین این اقشار به وجود اومده بود و مشروطه اعلام شد و دیگه اون سیستم سلطنتی به اصطلاح کنار گذاشت شد، خیلی چیز خوبی بود ولی اینقدر هم قدرت نداشت، هم خودش قدرت داشت هم شرایطی بین المللی. دیدیم مندلیفی ها به خودش اجازه میده که این حکومت رو از بین ببره و دوباره برزه حمله میکنه همه رو دوباره، چون شهرها بود و شهر مرکز هم تهران بود و اینم نشون میده که علارغم این که ارتباطات مرکز با این شهرهای مختلف که هر کدومشون در زمان خود در زمان قاجار هم بگیریم اونا هر کدومشون در واقع یک نوع کنفدرال بود، یعنی حاکم کرمان درسته حاکم کرمان تابع تهرانه ولی حاکم کرمانه، یعنی حاکم بلا منازع کرمان هست و این هیچ ربطی به فرمان 15 روز اگر با اسب تازه اگر میتاختن از کرمان یه پیامی به نمیدون تهران بدن و برگرده خود میشه 6 ماه. در نتیجه این شوخیه که بگیم این به حصه اتباط تنگاتنگ مرکز رو با این گوشه ها، ولی این دیگه شرایطی میگه همه جاش به هم خورده، همه شرایط بین المللی هست 1950 تا شرایط آمادگی برای در واقع رشد سرمایه‌داری هست و تقسیم جهان هست و شروع جنگ اول. خب تأثیراتش هم در ایران خودمون میذاره، مثلا در همون دوران از بگیریم 1909 که به حساب بگیم دوباره شروع مشروطه، یعنی نجات مشروطه تا نظر یعنی 5-6 که انقلاب شد و تا انقلاب مشروطه به اصلا رقم خورد تا بعد 1907-8 دیگه مندلی میرزا هست و 1909 دوباره شروع در واقع این دوران جدیده. خب از این دوران تا موقع کودتا میشه حدود 10 سال، تو این 10 سال 50 بار کابینه عوض شده، 50 بار کابینه عوض شده که دیگه انقدر زیاده که نمیشه گفت اول موسیقی داره ولی کی بعد کی بعد کی، ولی این تعویض ها هر کدومش معنا داره، یعنی هیچ کدوم از راحل هایی که اون حکومت به اصطلاح بگیریم دیگه قجر هم نگرش داشته بودن هیچ کدوم جواب نمیده، یعنی از شازده هایی که گذاشتن به وزیر یک کاری انجام بده 50 بار عوض میشه، یعنی از 6 ماهی دفن کم میشته 2 ماه 3 ماه یکی دیگه یکی دیگه، که نظیر این رو به ابعاد کوچکتری تو قبل سال 1340 میبینید توی ایران. ولی این تغییرات رو در هر صورت از یه طرف هم شرایط بین المللی هست و بعدش هم این رشد زمینه حرکت اجتماعی که میگیم چپ در به نسبت اون موقع که ما در سال مثلا همون قبل از 1300 که ما با اعتصاب کارگر چاپان رو مواجه، کارگر چاپان اون موقع یعنی تا مدت ها بعدشم تا زمان حتی تا پدوی هم کارگرای چاپخانه کسی که تو چاپخانه کار میکردن الزاماً آدم یک باسواد بودن،
پرکار بودم فهمیده همشون، چون با چاپ سر و کار داشتم. اون دو تو چاپ مجبور بوده، حتی اون کسی که گار سر میچینه فقط کار تکنیک نیست، وقتی که میچینه جمله رو هم میخونه، باید بتونه بخونه، باید در واقع ادیت هم میکرد. یعنی این مسئله در نتیجه خب یکی از اقشار در واقع آگاه جامعهمون، این به صدا کارگرای بزرگ صنعتی نیست، چون صنعت اونجوری نداشت، ولی صنعت چاپ خونه بود. که بعد این وقتی که در واقع در یعنی حدود 1917 که فیلم میشه، این اعتصاب انجام میگیره، به شما عرض کنم دستاورده زیاد نمیداشت. اون موقع مجبور بودن در مقابل شرایط که تغییر اشتباه بود دیگه، یه جنگ اول داشتم میشد، انقلاب اکتبر می اومده، خب خاطر همینی اهمیت پیدا میکنه. چرا اون موقع اهمیت پیدا کرد؟ برای اینکه لازم بود. انقلاب اکتبر می اومده و کسای حسن میخوان یه اندیشه رو همون یه برق اون موقع اعدامی ها اون موقع خیلی ارزش داشته، یه برق اعدامیه، این یکی میخوند به اون یکی میداد، این یکی میخوند به اون یکی میداد، تا میبینی یک به اصطلاح صد برگ اعلامیه‌ای که تونسته با دست نوشته بشه در ظرف یک روز تمام تهران رو در بر میگرفته و همه اینو اصلا رسمی شده بود که چیزی به دست بیاری رونویسی میکردن و به دیگران میدادن و این بعدن به صورت یه چیز به اصطلاح خرافی هم سنتی شد که دوتا آیه دوتا چیز تو مدرسه ها میدادن که اگه میخواد چیز بکنی از رو این بنویس و به دیگران بده. اینجور چیزا منظور این فرهنگ نشریه به دست رسیدن نشریه بزرگی نبوده. در هر حال ما میبینیم که این اعتصاب وقتی صورت میگیره 8 ساعت کار رو تایید میکنه، سالی 3 هفته تعطیلی به ازلا وکانس رو تصویب میکنه و خیلی چیزهای دیگه، اضافه کاری رو یک برابر و نیم قیمت میذاره. البته تو همون حساب جالبش اینه که بعدش هم حتی حزب کمونیست به وجود میاد که اتحادیه کارگری به وجود میاره، اینا به ازلا حتمیت داره. ولی یک نکته مثلا منفی هست که اون موقع هم توجه نمی کردن، فکر می کردن چیزه، یعنی هیچ کم من نیدم جایی کسی که از کنگره حزب کمونیست ایران که تشکیل شده بود از آدم های واقعا اون موقع زبده و داوطلب آگاهانه سطح بالا از سلطانزاده بگیر، حیدر امغلو بگیر، خیلی دیگه اینا وقتی حزب کمونیست تشکیل میدن، فرض کنیم یک بندش هست که در واقع یه مقدار بیرون کردن کارگرهای افغانی رو هم داره داشت، این رو روا میبینن. و یا مثلا استبداد مترقی رو، مثلا این رو یعنی در واقع موجودیت حکومت رضا شاه، این نکته های منفی هست که نشون میده که اینا تابعی است از یک سیاست معینی که در جا بودو دار. همطور که عرض کردم چون به خاطر این حرکاتی که دنیای بیرون میاد با زمینه اجتماعی ما یه مقداری تفاوت داره، اینی که الزاماً تأثیرات به اصطلاح حزبی اون چیزی برمان حزب یا فعال اجتماعی حزبیه که این اتحادیه ها رو دیگه بعدش که زمینی داره، ولی به اون شکل نیست که کامل خودش تبدیل به اتحادیه بشه. این نیروی سیاسی حاکم یه برای واقع فعال هست که میتونه اینا رو سازمان بده و آمیختگی کاملا با هم دیگه داره این اتحادیه های کارگری با حرکات حزبی. وقتی که ما اشاره کردیم خیلی کوتاه میام جلو، به خاطر همینی که مقایسه وقتی میکنیم در امروزه در نیشکر 7 دفعه چی داریم وجه میکنیم، میبینیم که تقریبا 100 سال پیش همین مثلا لابده نکاتیش و در این 100 سال اینقدر
زیاد تغییر نکرده درخواست های کارگریمون. چرا؟ اینه باید از خودم بپرسیم. مقدارش حرکت کند تاریخ ما خودمون نسبت به خودمون. تغییرات زیادی کردیم، پیشرفتایی کردیم. چون تو البته اشاره کردید مثلا ایشون ما بازنشستگان نداشتیم. ولی الان داریم. خب برای اینکه یه وقت بود میانگین سن 35 سال بود، 34 سال بود. نمی‌رسید بازنشست بشه. خب حرکت بازنشستگان نمی‌تونه داشته باشه. مثلا خیلی تغییر کردیم، یعنی تغییر میشه دید، خیلی چیز داره میشه دید. و اساسا یه انکشاف طبقاتی که بعد از قیام به وجود یواش یواش به وجود اومده که کارگر، معلم اینا و حتی بین رشته های مختلف کارگری، صنعت و معادن با صنایع مثلا ماشین سازی و نمیدونم شرکت نفع اینا، باز هم اختلافاتشون بلی وجود داره. یعنی حرکت به سا کارگری، حرکت اجتماعی وجود داره ولی هنوز کاملا منطبق نیستن با هم دیگه. وقتی با هم دیگه منطبق بشن تبدیل میشه به یه حرکت کل طبقه کارگر که امیدوارم هرچی زودتر اون صورت بگیره و اینجوری به اصطلاح ناموزونیش خیلی زیاد نباشه. بیگمان انتظار نمیشه داشت حرکتی که تو هر طرفی میشه این همون تو شرکت نفت باشه، این همون تو ایران خود رو بشه مثلا. هر کسی محصول یک شرایط معینی هست. شرایط معینی ولی میبینیم که وقتی که میبینیم اینا این تداوم این مبارزه تداوم توی تضاد کار و سرمایه بری آسمون بیای زمین وجود داره. این چیزی که عرض کردم از زیر زمین تا عرش اعلا رو بشر خودش میسازه. من که اونی که کار میکنه، اونی که ازش استفاده میکنه با هم دیگه جور در میگه. در نتیجه اونایی که سازنده این دنیا هستن وجود دارن و این حرکت ادامه داره. بعد و ولی در همون سالهایی که به اون ترتیب که اسم بردم تا زمان نزدیک رضا شاه میاد و وقتی که حتی کودتا میشه، چون سه روز بعدشه که همین حکومت جدید در باب شوروی اول دین چیز هم هست که فوری اون کودتا رضا شاه رو میپذیره و اپتی پیدا میکنه حرکات در واقع کارگری با همین حزب کمونیست در شمال دیگه مجبور میشه بیاد، دیگه ازش میاد مرکزش میشه تهران و یک آشفتگی اینجا میبینیم. این وحدتی که قبل از حکومت رضا شاه بود با اون دستاوردی که داشتن در اینجا میبینیم دوچار افت میشه و این افت اون شرایط سیاسی که اون بود افت بود جدا بود و میبینیم که به صدا کنگره میگیره حزب کمونیست ایران و نکات خیلی جالبی رو به صدا مطرح میکنه ولی از نکاتی هم قابل در واقع انتقاد هست که عرض کردم بران ستمگری مترقیانه رو میپذیرن، این استبداد مترقیانه رضا شاهی رو و این خب نشون میده از یه طرف صدمه میبینه خود در واقع همین اتحادیه و مبارزات کارگری و از یه طرف یه بازم ادامه پیدا میکنه، یعنی تابع اون نیست. مشکل اینه که ما خودمون رو تابع سیاست این سیاست های خارجی بدونیم. این بده ویدا میشه واقعیت دید، میشه فهمید که مثلا اون موقع انقلاب اکتبر شد دیگه میخواست دیگه سپیدا از طرف همین مرز ایران که بهشون کمک میشد اون موقع از طرف انگلیس ها کمک میشد به روسا سپید و علیه حکومت تازه شون مثلا چیزی صورت نگیره، کمک های صورت نگیره و در واقع به یه توافقی برای تداوم حکومت خودشون احتیاج داشتن. این دو این همین شد که به اصطلاح این استدلال میکردن چون حزب مادر باید همه چیز در خدمت حزب مادر باشه و این شعار غلط بود. شعار زمان استالین بود
این به نفع آنی حکومت اون موقع استالین بود یا حکومت لنین بود، حکومت آنی بود. ولی این هیچ دلیلی نمیشه که کارگر در واقع یا مبارز اون که تو ایران کار میکنه، مبارزه میکنه، این خودشو تابع اون سیاستون بدونه. این رو باید اگر مبارزان این مبارزان این رو متوجه بشن و تصمیم این رو سیاست ها نشن، اتفاقا دست طرف دست بالا رو خواهد داشت. این مورد اینقدر قوی هست که حرف کسی گوش نمیده، باید اجازه دیگه هم در واقع گرفت. بعدا تصمیمون شدن با خیلی وقتا هست ضربه های میزنه که ممکنه بعدا بهش اشاره بکنه. و میبینیم این مبارزات کارگری که در واقع در با به حساب روی کار آمدن رضا شاه وقتی که شد، یه عذاب زیادی وجود اومده و اعتدالیون به شما عرض کنم، دموکرات مستقل، اجتماعیون، میلیون اسلامی و خیلی ها، اعصاب خیلی زیادی تا حکومت رضا شاه وجود داشت که میشه در واقع مجلس چهارمه و که در میون اینا مثلا اجتماعیونه که سلیمان میرزا اسکندری رهبرش هست، این تو مجلس چهار هم خیلی هم فعال بوده و اتفاقا یکی از فعالترین چیزهای اقلیتهای کارگری و چپ هست توی مجلس. ولی بعد از این با تصفیت حکومت رضا شد این مسئله هم در واقع محو میشه. ولی مثلا در همون زمان در اوایل حکومت رضا شاه هست، ما در همون حزب کمونیستی ایران که در واقع جلسه عمومی شد، به قول معروف مشوق بسیاری از تغییرات، مشوق هست به جلسه عمومی حزبشون که میگیرن، این اسمو چرا یادم رفته، میشه چی؟ اسکندری رو میگیم؟ نه 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 بابا، جلسه عمومی که میگیری کنگره شون، کنگره بفرم بابا جوانیه چیکار کنم، کنگره تو مزم گم شد، هر کاری خواستم بگیرم نبود میلوم قطعش میکنی. پس یه بار دیگه یه لحظه، مثلا همینو در کنگره حزب کمونیست ایران وقتی که بلکه این جملهش اتفاقا خیلی جالبه که هیچ وقت بهش بر نگشتیم، یعنی توجه بکنیم که اونا در اون شرایط خودشون این رو دیدن، میگه که امروزه شعارهای انقلابی و سرودهای بین المللی کارگری، من منظور همون 1370 تشکیل حزب در واقع کمونیست، سرمایه داری ها به لرزه در می آورند. و این نکته رو که میگه، میگه شاید 8 ساعت کار در روز، قانون کار رو باید به دست بیاریم، این چیزی که به دست اومده و اشاره به اقشاری میکنه که در به اصطلاح مجلس هستن و اینا جزء به اصطلاح دشمن، بگید دشمن آن خلق یا در طبقه حاکم هستن. ولی جالب اینه که دقت کرده روی اقشاری که هستن، یعنی فقط دولت یا بذاره کنار نیست، دونه دونه اعتماد میگه اینا سرزنداران شاه سابق، مالکین، روحانیون مرتجع، وکلای مجلس، افسران ارتش، حکام و مأمورین دولت، کت خدا و تمام سرمایه داران بر ما آقایی میکنند. این اقشار رو به طور مشخص اسم میبره که ما با کیا طرف هستیم در اینجا. ولی اون چیزی که همش مهمتر بود و یه بعدش هم اشاره بهش میگه، میگه دولت اشرافی هیچ وقت در فکر دفاع از شما نیست و نخواهد بود.
و نیروهای ملی آزادی خواه رو که شامل کارگران، دهقانان که هیچ حامی به جز حزب کمونیست ایران ندارد. رفقای کارگر که قیام رو میخواد از کارگر انجام بدن و میگه این ستم و استبداد دولت اشرافی، یعنی در این متن کوچیک مقدمه به اصطلاح حزب کمونیست که اون موقع میده سه بار کلمه اشرافی رو به کار میبره. با این محدودیت که عرض کردم طبقات اقتصادی میگه که آدمای با سوادی هم بود، همه شون انقلابیون اون موقع در واقع بعد از جنگ اول در تمام دنیا انقلابیون دون درشتی هستند، همه دون درشت هستند، همه کسایی هستن که داوطلبانه میرفتن، یه آدم مثل هیدر روان، آدم مثل همین، همه شون دونه دونه بگیر کسایی بودن که تمایل و میل درونی و باطنیشون حرکت به تغییر جامعه بود. اونی که به نظرشو میرسید جالب اینی که کسی رو قبلا نداشتن که بهشون بگه مثلا شما این حکومتت اشرافیه یا نیم مستعمر یا فلان، این مستعمر نداره ولی بقایای اون حکومت اشرافی رو میبینه و این اشرافیت روحانیت رو میبینه. ولی ما بعدش خودمون میگیم بعدها این وقتی تاریخ رو دقیق نخوندیم نمیشه نشد به ما نرسید و به راحتی چپن در قیچی میزنیم که ما فوری انقلابی بلافاصله کارگری در دستور روز داریم و بعدش هم صحبت ما فقط اینه که دیکتاتور پاس داریم. به این نکته ندیدن، حرکت جامعه رو ندیدن یه مقداری خودش اشکال ایجاد میکنه. من منظورم در تاکید بر این اشرافیتی که حکومت اشرافی اسم میبره به اصطلاح کنگره حزب کمونیست ایران، نکته ای که بعدها همین خود چپ و همین نیروی در واقع نیروهای مترقی که در حرکات کارگری تأثیر دارن و نشان دهنده مترقی بودنشون، میزان تأثیرشون در طبقه کارگری و طبقه کارگر هم میزان فعالیتشون بستگی به فعالیت حزبیه در هم تنیده است. ۳۰۰ به اصطلاح 1304 تا 305 حکومت رضاشاه هست و تا 309 یه لحظه صداتون رفت. آره این پرده رفتون. منظور این که این حرکات در واقع و بعدش هم یه لحظه از همون 1304 اولش او 1304 شروع، اما از سال 1304 اومدن حکومت رضاشاه و اولش در واقع پذیرش این حکومت تقریبا میشه با پذیرش این حکومت به امید ادامه فعالیت در چارچوب این حکومت میبینیم شدنی نیست، نشد عملا، دیدیم نشد. و ولی حرکات کارگری ادامه داره، مخصوصا حرکات کارگری نفت و همون چیزی هم که خود انگلیس تن در داده بود در واقع رضا شاه رو که قزاق بود با ترکیب قزاقی و به اصطلاح ژاندارمری این ارتش تازه رو درست کردن. و جالبیش اینی که برنامه‌ای که داده بودن معلومه این برنامه مال پروفسور رضا شاه نبود ولی اونی که انگلیس تن کرده بود، ارتشی با ظرفیت از 120,000 تا 500,000 تا 400,000 نظامی رو داشته باشیم با اون ترتیب بریم که از 120,000 موجودی شد بخواسته چیز بکنه. بعد وقتی در نظر بگیریم این ارتش برای چه جمعیتی، اون موقع جمعیت در واقع کل ایران بوده 11-12 میلیون و حدود 500,000 5 میلیون نیروی کار داشته، نیروی کار که بتونه کار بکنه. در نظر 5 میلیون اون وقت 500,000
نظامی این جور چیزا را آدم میبینه. بعد میبینیم در همون سال از سال قبلترش اون به اصطلاح بحران خیلی شدیدی که از این اواخرش که به اصطلاح میرسه به رضا شاه که همون اواخر حکومتی به جنگ اول هم میشد، قحطی وسیعی که مردم رو دچار کرده بود اون رو اشاره نکردیم، ولی واقعا تاثیر عظیمی داشته. وقتی در جمعیت 10-12 میلیونی اون موقع حدود 2 میلیون از گرسنگی بمیرن، شوخی نیست دیگه، 10% کم بیشتر. و این یک ضایعه است که خیلی از اگر نوشته میشد، نوشته شده بود، شاید راحت‌تر میتونستیم بفهمیم خود سیر اجتماعی رو اینجوری چرا اونجوری هست. و در شرایط به خاطر همین ما هیچ وقت نمیتونیم مقارنه بکنیم. مثلا بگیریم الان فرض کن با سال 300 مقایسه بکنیم، نمیتونیم مقایسه بکنیم. الان کم بود هست فلان هست، ولی اون قضیه که اون موقع بود و اون شرایطی که اون موقع بود الان اصلا فرقی نیست. تقارن مقارنه کردن مطلبی نیست. ما این تاریخ رو به خاطر اینکه بگیم که ما در چه زمینه های اومدیم و رشد کردیم. به علاوه تداوم این به اصطلاح اشرافیتی که اشاره کردم که در قالب اشرافیت روحانی مونده بود و میاد دوران رضا شاهی به صورت نهاد به اصطلاح بگیم سلول خفته یا در هر صورت یک همون پارامتری که یاد گرفته بود در کنار حکومت به زندگیش ادامه بده تا زمان رضا شاه تموم میشه و هیچ برخورد ریشه‌ای با این اشرافیت روحانیت نشه، دوباره یواش یواش صد در میاره. شوخی نیست که وقتی که زمان جنگ اول در واقع دیگه اون شرایط بعد جنگ اول بود و حکومت رضا شاه، میبینیم در فاصله بین 1909 که 1900 در واقع 29 هست که ما میبینیم اعتصاب بزرگ کارگرای شرکت نفت در جنوب و قبل از اون البته انگلیس قراردادی رو بسته بود و برای خود نیروی ارتشی برای حفظ مناطق نفتی آورده بود که در مقابل اعتصاب 17,000 کارگر نفت جنوب ارتش رو وارد میکنه و ارتش ایران کمکش میکنه و قطع عام کارگر رو. بعد از اون ما نمیبینیم. خب معلومه بعد از اون قتل عام امکان دوباره خیزش مجدد نیست. چرا؟ چون حزب دیگه ای وجود نداره. چون اصلا به اون فکر گذاشته که این به اشتراکی 10 سال محکومیت داره. من که فکرشم بکنه تو 10 سال محکومیت. با اون استبداد میبینیم که مبارزات کارگری هم اونی که ظاهر باشه به اصطلاح فروکش میکنه. یمان در بطن همونطور ادامه داره. ولی در قلچ بالاترش میبینیم مثلا خب دکتر ارانی هست، روشن فکرانی دیگه که شاخصشون دکتر ارانیه که میاد دو روزنامه دنیای رو منتشر میکنه و تلاش میکنه در دوباره تفکر در واقع اندیشه نو رو گسترش دادن و اینا که معروفترینش هم 53 نفرن که بعدن هم نقشی دارن در بروجر آوردن احساب. اینا تأثیرات بود. خود چرا دکترانه یه نفر بوده؟ چرا میترسنش؟ چرا میترسن؟ میگیرنش و حتی اونو میکشنش در زندان به صدا. چون قبل از اونی کسی تیفوس در خیلی ساده بوده در رخت خواب یک مریض تیفوسی رو که شب قبلش مرده بوده الانی رو مندازن تو اون سلول که با همون رخت خواب تیفوسی دیروزیه در اون اتاق گذاشتنش و اونم تیپوس میگیره و میمیره. کشتن ارانی به این ترتیب یعنی میکنن دیگه. اونا درس خودشون خوب بلدن. اونا غریزه طبقاتیشون بیشتر کار میکنه. البته مردم هم همینطور این به خاطر همین در زمین اجتماعی مبارزه وجود داره. بعد میبینیم وقتی که همین حکومت بخواد بشکنه و بعد از جنگ دوم شکست بلا فاصله می‌بینیم دوباره رو میان دوباره شکوفا میشه. این بار
دیگه خیلی به یه شکل تقریبا چارچوبه مشخصه رو حاکمیتی بیشتری حزب توده میدون دار شد و حکومت رو در واقع حرکات کارگری رو کاملا به دست گرفت. که در این مورد یه نکته خیلی جالبی هست و اونم در همه اوائل به اصلا 1942 بگیری که شوروی هم بالا میاد و انگلیس هم از جنوب، در تبریز خب یکی فعالین کارگری که اون مثلا کارگری چاپونه و خیلی هم آدم تیبو یوسف افتخاری که این موقع حداقل 8000 عضو سندیکا داشتن. این شوخی نبود، در اون موقع این عددها برای اون موقع خیلی بالاست. و این مرکز تا تبریز بود، خودش به اهل تبریز بود، یکی از کارگرای خیلی خیلی خود تحصیلاتش در آلمان گذرونده بوده، بازگشته بود و در واقع نفت جنوب و در اتحادیه کارگرای نفت جنوب درخشیده بود و این بعد میگرده به تبریز و در تبریز کارگران چاپون اتحادیه کارگران چاپونه رو 8500 عضو بشه رهبری میکنه. خب وقتی که ارتش سوحت بالا میاد، ارتش در واقع این میاد، ارتش سوحت بالا که میاد تبریز و اینجاها باید امن باشه برای کمک رسانی به ارتش سرخ. در نتیجه با وجود اتحادیه کارگری که یوسف افتخاری عضوش از کارگری که صاحب نامه توی اتحادیه کارگری، میبینیم که مخالفت میشه، مخالفت به حدی که کنسول اون موقع اتحادیه شوروی در تبریز با فرماندار تبریز فیض میکنن، به اصلا ملاقات میکنن، یعنی میر ملاقات میکنه و یوسف افتخاری رو از تبریز به تهران منتقل میکنه، یعنی تبعیدش میکنه که تو تبریز هیچ حرکات کارگری صورت نگیره، چون ممکنه مثلا یکی از چیزایی که اون ازش میترسیدن اعتصابات کارگرای راهنه که چندین بار صورت گرفته بود و اینا، برای اینکه نکنه حتی وقفه ای در یا کوچکترین صدمه ای به اصطلاح و قول خودشون ببینه حرکات کارگری رو در منطقه صنعتی که اون موقع آذربایجان که منطقه صنعتی و تبریز یکی از شهرهای صنعتی اولیه صنعتی ایران هست، در اینجا و حرکات در واقع سندیکایی و به تبع اون در تهران حرکات سندیکایی چیز بشه، به اصطلاح کاهش پیدا بکنه و ممنوع بشه. و این تابعیت به اصطلاح حرکات کارگری و مبارزات کارگری در موجودیت احزاب میشه خودش رو کاملا آشکار نشون داده. و بعد از اون البته باز هم میبینیم واقعا حرکات اجتماعی و سیاسی که میشه تابعی هست از در واقع موضع‌گیری ها موضعی که بون در حزب‌ها خودشون نشون میدن. حزب‌ها از آسمون نمیان، حزب‌ها تشکلاتی هستن که در واقع اگه واقعیشو بگیریم به وجود میاد که جواب مسائل موجود اون روز رو بده و اصلا ارزش یک حزب در اینه که آیا جواب مسائلی که امروز هست میتونه بده، داده یا نه، کارهایی که کرده زندگیش در انطباق با جواب دادن با نیازهای اجتماعی و نیازهای انقلابی جامعه از کنش سنجید. و در سالهای 20 تا 30 رو در واقع اون جوشش ها و حرکات و تغییرات اجتماعی رو در رابطه سیاسی میشه کاملا دید. نیروهای مترقی دیگه هم رشد میکنن در فاصله مثلا اوائل حکومت محمد رضا شاه تا سال 32 میبینیم که اون رشد حرکات غیر در واقع حزب هم میبینیم خودش گرانشاتی داره و رشدی داره و این رشد در حتی انعکاسی پیدا میکنه در روسها هم انعکاس پیدا میکنه، ملی کردن خودش یک نقطه خیلی بالایی میشه
ملی کردن شیرات، ملی کردن شرکت نفت، که این حتی ممکن از نظر اقتصادی بعد یا میگیرن که میگن قرارداد دارسی رو نمیدونن تمدید کرد فلان از این حرفا، ولی همین قرارداد دارسی که بی خودی در سال 1313 رضا شاه تمدیدش کرده بود اصلا بدون معنا که اون همه ضرر رو داد، اون نمیشه مقایسش کرد. در هر صورت میبینیم این 10 سال، این 12 سالی که در واقع بعد از جنگ اول جهانی هست تا سال 32، اونجا هم شاهد حرکات اجتماعی و که بازتاب شد در نمود احزاب مختلفه. احزابی هستن که در واقع کارگرها رو میخوان جلب بکنن، اصلا بالاتر حزب توده است، ولی برنامه هاش هم از کارگری نیست، برنامه های سیاسی که متاسفانه جهت خاص دیگه هم داره، اون هم تمام فعالیت ها در خدمت حزب مادر. و این رو درست هم به استدلالشون اینه، حزب مادر تقویت بکنی این عذاب دنیا به استدلال حامی اون خواهند بود. خب زیادی هرچند این احزاب در واقع برای تا حد زیادی میخوان برای کنترل اون جنبش ها چیز کنن، ولی خود این جنبش های اجتماعی که ما مثلا نگاه میکنیم میبینیم که چیزن، خودشون کار خودشون رو تا حل تضادها، مشخص تضادهایی که وجود میاد در واقع تنش ها پیش میرن، تا حد زیاد یا با سرکوب خیلی گسترده‌ای روبرو میشن. مثلا شما میبینید مثلا یه جنبشه، مثلا جنبش رأی منکو بلند میشه بدون اون سرکوب خونین و وحشتناکی که رژیم اسلامی کرد، اون جنبش رأی منکو در واقع هست نمیشه. ولی تو میبینی که بعدن با علارغم این جنبش یک دفعه، یه جنبش همین الان رأی نمیدم شروع شد، یعنی یه جنبش حتی رادیکالتری که در بستر اون هست شکل میگیره. مثلا و در واقع احزاب هم میان را مثلا اون دوره مثلا 88 اون جنبش رأی منکو تا حدی سبزها و اینا میخوان خودشون رو چیز کنن، میبین با حسب اونا یه جنبش دیگه ای وجود میاد که اصلا جنبش سرنگونیه، جنبشی که اصلا ربطی به اون جنبش سبز نداره، ولی تا حد منشه ادامه اونه. توی جنبش های اجتماعی دهی 20 هم تا حد زیادی این قضیه رو ما شاهدیم، همیشه اینجوریه، کاملا درست میگی. آخه بخاطر همینه حرکت اجتماعی در زیر در بعد وجود داره و در شرایط مساعدی این سر باز میکنه، یعنی بیرون خودشو نشون میده. درسته سرکوب میشه، همونطوری که اشاره کرد، بله سرکوب میشه، ولی میبینی اون موقعی هم که سرکوب نشد، یعنی وقتی رشد کرد کیا بودن؟ این تو این کشورهای استبدادی به دلیل اینکه تمام اقشار و طبقات موجود، فقط یک طبقه نیست، طبقات موجود تحت در واقع خواستهایی دارن، خواستهای اقتصادی اجتماعی سیاسی دارن، اینا در تقابل با حکومت استبدادی همه سرکوب شده، در واقع دست گذاشتن دهنشون. وقتی شرایطی باز میشه در لحظات اول، در شرایط اول همه جور خاص هست، از یه خاص مرتجعانه تا یه خاص مترقیانه. که من خودم شاهد مثلا فرض کن جوان بودم دانشگاه سال 42 41 42 اصلاحات از یه طرف میکنه، از یه طرف استبداد در واقع حاکمیت ساواک بالا هست، جنبش دانشجویی که اون موقع هنوزم چیز بود، سمبول بود، اون آزادی های دموکراتیک رو میخواد و میبره زیر سوال اصلاحات ارضی رو. گفتم بعد یه عده که به اصلاح جبهه ملی بودن میگفتن اصلاحات آری، دیکتاتوری نه، ولی این به دانشگاه اومد میشه اصلاحات ارضی آری، دیکتاتوری شاه نه. این دوتا با هم فرق داشت. بعد تازه در این میون میبینیم مرتجع ترین لایه ها هم میشه همین روحانیت مرتجع، اون هم با شاه با همین مخالفت میکنه. و در لحظاتی هست که اصلا الان شد تاریخ های الان اینجوری انگار این ستا قاطی بوده، این بابا اون جدا بود، اون مرتجعانه بود، اون بد بود، اون یکی میانه بود که میگفت اصلاحات از زیادی دیکتاتوری نه،
این یکی پیشروانه و رزم جویانه است، میگه دیکتاتوری اصلاحات هر زیاد دیکتاتوری شاه نه، و در تقابل با حکومت دیکتاتوری مشخصی که دیکتاتوری شاه بود خودشو نشون میده. و این خیلی فرق داره با رای با اعلامی آیت الله خمینی علما جمعن نشده بود که میگه یکی چون موقوفات مخالف بود که باید موقوفات چیز بشه، اصلاحات ارضی درش انجام بشه که شاه پس نشست و بعد اون رو داد و مدارس دخترونه اصلا زن رو به رای دادن ممنوع کرده بود و حتی این به اصطلاح بی افتی رو به مرد نسبت داده بود اگر زنش به رای بده. بعدن میبینیم که یعنی اینجور چیزا اصلا یکی نیستن. اون نگفتن به اصلاحات ارضی با این نگفتن دو تا چیز و همین هست. در تمام به اصطلاح آغاز شورش هایی که میبینیم شورش های اجتماعی رو این ترکیب ناهماهنگ به اصطلاح رنگارنگ رو میبینیم و این رنگارنگی ها هیچ وقت همه با هم نمیشن، نمیتونن هم بشه و اون همه با هم دادن یک کلاه سر هم گذاشتن یا در واقع از زیر بار مسئولیت در رفتن. همه هر قشر و طبقه نقش خودشو و شعار خودشو داره. به خاطر اینه این نگاه کردن کلی به تاریخ این رو باید به ما نشون بده که ما در موقعی که یه جنبه اجتماعی آغاز میشه و میتونه خودشو نشون بده آگاه به این باشیم که کجا هستیم، جزء کدوم قشر و طبقه ایم، کدوم شعار رو باید بدیم و کدوم رو باید پیش ببریم. همه با همی به اون ترتیب تو میتونی با هم دیگه در واقع در نزاع نباشی، میشه گفت یه سازش که حالا بگیم تاکتیکی یا طبقاتی سازی ضروریه تو جامعه چون اختلافی وجود داره. تا موقعی که فلان نمیدونم قشر فرض کن بازار هست، معلم هست، چی هست، چی هست، اینا به نسبت شرایط اقتصادی اینا در این حرکت شرکت دارن که من نمونه هایش رو بعدها اگه بسا برسیم چون صحبتمون خیلی طول میکشه چون این فقط میخوام این قانون حرکت تاریخ رو با نگاه کردن به حوادث این قانون رو دوباره جلو چشمون بیاریم که اینا صاحب ندارن بشم یک مال منه، فلان حزب یک مال منه. اگر تونستی فلان حزب تونستی جواب به اون حرکت اجتماعی رو داده باشی خیلی سرفراز خواهی بود که مخصوصا جواب دادن به مسائل مشخص رو در همین بعد از قیام نسبت به احزابی که وجود داشتن میبینیم و بعدش هم بیخاصیت بودن تمام حزبایی که همینطوری حزب وجود میاد، همین حزبایی که بعد از خود به صورت طرفداران حکومت یا اونه که اجازه دارن هر هفته هر ماه هر چند سال یه حزبی همجوری میاد و کروبی یه حزب و اینکه یه حزبی سنار هیچی نه تأثیر گذارن بر چیزی، نه برنامه نه میتونن مسئله رو حل بکنن، نه اساسا برای حل مسئله وجود اومدن. اونجا تبدیل میشن به گروه های در واقع بنگاه های سیاسی که یک جنس سیاسی رو در اون روز غالب بکنه یا آب بکنه یا چیز بکنه، نه حل مسائل سیاسی. این دیگه این پدیده ای که جدید به وجود اومده. بنگاه های سیاسی شاید هم قبلا به این ترتیب بوده، قبلا احزاب سیاسی داشتیم که یواش یواش با افت کردن به فعالیت های به حسب فعالیت های اجتماعی و جواب دادن به نیازهای اجتماعی تبدیل میشن به بنگاه های سیاسی. دیگه سعی بکنن که تعدادی مثلا آدم جمع بکنن، طرفدار جمع بکنن و بتونن به تعداد جمعیتشون این رو به این سیاست یا اون سیاست به این دولت به اون دولت بفروشن. این کاریه که بنگاه های سیاسی الان نمی کنن و ما شاهد بنگاه های سیاسی هستیم که وقت اگه راجع بهشون صحبت بکنیم اونم بد نخواهد بود که فرقه بنگاه سیاسی با حزب سیاسی چیه که الان متاسفانه در چون تمام 40 سال حکومت دینی و جدایی فعالیت اجتماعی اون که اپوزیسیون بگیریم و داخل وجود نداره
اونی که در خارج به امید پشت بستن به اصطلاح به این سیاست با اون سیاست به امید این که شاید خودش خیال میکنه اینجوری باشه که اگه حکومت بدن دست من علی میکنم بلی میکنم. نه، حرکت اجتماعی به میل این یا اون نیست که حرکت میکنه. حرکت اجتماعی وجود داره، باید به مسئلهش جواب بدی. میتونی جواب اون مسئله خاص رو با کمک مثلا بایدن بدی یا نه؟ باید اینو ثابت کنی. حتی کمک گرفتن از بایدنش رو اول زیر سوال نمیبرن، اول این رو میبرن که آیا میتونی این مسئله حاد رو، این مسئله سیاسی، یه مسئله کارگریش، یه مسئله ملیش، با این رو با چه برنامه مشخصی میتونی انجام بدی؟ یا فعلا صرف این که تو حالا به من رای بده، من درستش میکنم، همینطوری که همه با هم تو به جمهوری اسلامی رای بده بعد همش درست میشه. خب یاد خود اینا، هرچند متاسفانه بایان برنامه این واقعیتش که باید حتما بپردازیم به این قضیه. برخی از این به اصطلاح شما هم بنگاه‌های سیاسی هم بنگاه‌های حکومتی یا احزاب و جریاناتی که شکل میگیرن، شخصیت هایی که به اصطلاح ظاهرن از این جنبش ها در میان، خیلی ربطی ندارن. برخی از این خواست های جنبش های اجتماعی رو طرح میکنن که بتونن به واسطه اون در واقع امتیازاتی از طبقه حاکمه بگیرن، ولی خب اون جنبش های اجتماعی به طور واقعی که ناشی از یک در واقع خواست های معین، تضاد های معین، بحران های معین هست، در واقع به حیات خودشون تا حل قضیه ادامه پیدا میکنن و تا حد زیادی به واسطه تضاد ها و چیزهایی که به وجود میاد جنبش های جدیدی ایجاد میشه که این جنبش ها قبلا وجود نداشت. مثلا شما جنبش وال استریت رو مثلا نگاه میکنید، یه جنبشیه که برای یه دوری معینی به وجود میاد، اون خواست و سرکوب میشه تا حد زیادی به واسطه نه فقط سرکوب فیزیکی، سرکوب به واسطه تغییر جهت‌گیری های اجتماعی و مبادلاتی که میشه میره، ولی به شکل دیگری این جنبش ها خودگره در واقع بروز میده که بتونه اون خواست ها و اون مطالبات و اون حجم مجموعه مسائلی که میخواد جواب بده رو به گونه دیگری در مقابل جامعه قرار بده. یعنی به این لحاظ این تنوع قضایا میتونه روی خواست معین شکل بگیره، در حق محیط زیست یا مسئله ملی، برای حق زبان یا هر چیز دیگه. همین محیط زیست که میفرمایید واقعا مسئله ای که آیا قبل از اینا وجود نداشته؟ میشه گفت همه قبلا وجود داشته، اما الان به صورت دوران مدرنیه شکل مبارزات امطار عوض شده. همین که قبلا میبینیم همش الزامن فلان حزب و فلان حزب رو تأثیر میکنه، الان میبینیم خود حرکات کارگری به طور مشخص، حتی بخشای مختلف کارگری به طور مشخص خودشون نشون میدن. بعد شرایط دنیایی که هوا آلوده است و این صنعت این شکل رشد کرده، این رشد دنیای به اصطلاح سرمایه‌داری، به اصطلاح نئولیبرالیزمی که حاکم شده و جواب نداره برای مسائل و داره روز به روز تخریب دنیا رو میکنه. خب این چیزیه که حرکت جهانی رو تو بخوای و نخوای میباید گوشه های از بازتاب یا فکر انترنسیونالی یعنی جهانی رو در ذهن خودت بپرورونی که آدم بتونه بفهمی که مسئله چیه. اگه این نباشه در هر گوشه تو فقط فکر نمیدونم کشور من، که البته باید میگه کشورم، اونم دروغ میگه، میگه تو کشورم، بعد خودش شباسته شهرم، از شهرش هم محلم و از محلم هم خودم، یعنی خود بنده و حفظ خود بنده، این دیگه میشه حفظ دنیا به این ترتیب، از دنیا برمیگرده به خونه خودش. و این دو تفکر اگر ضروریه، به خاطر همین هم محیط زیست یکی از نکته های بسیار بسیار جالبی هم توش داره، اونم این که سه عاملی که هر محیط زیستی باید در تلاش میکنه برای پاک نگه داشتنش، سه دو محیط زندگی دیگه، هوا هست و زمین هست و آب، این سه عاملی هستن که زندگی رو میسازه رو این شرایط آماده هست. همین سه تا حالا در نظر بگی این سه عامل که کالا نیستن، یکی از نکته هایی که کاملا بعدش بهش برمیخوری کالا شدن اینا،
این اینا رو کالا کردن به امون میتون. یارو جنگل رو میباره چون صاحب جنگله. چی گفتید جنگل صاحب داشته باشه؟ محیط زیست کجا زمین رو؟ زمین مال همه بشره. حالا اگر در جوامع به اصطلاح قوانین رو ایجاد میکنن برای استفاده و برای در واقع شکوفایی تولید برای هر چی از زمین استفاده بشه، این چه ربطی به این مسئله داره که به صورت قوانین 700 سال پیش برگردیم و به صورت قانون بذاریمش که حق مالکیت بر زمین اون نه بی حد و حصر. یه وقت هست تو یه مقدار رو محدود میکنی، اونش هم تازه جای سواله، چون زمین باید باید مشاع باشه، یعنی مفروض معنا نداره. اگر هم خیلی هم دیندار باشن بابا همش مال خداست، آقای خدا رو که دیگه باید صاحب بشه، صاحبش خداست، تو چی؟ تو چرا صاحبش میشی؟ این نکته هست و این مسئله مشاع بودن این یکی از نکته هایی که به راحتی میشه در صحبت آب از هوا از همه اینا. و این بیانمون مثلا باید بیان این زمینه حرکت دیالکتیکی تاریخ که در حرکات به اصطلاح کارگرمون خودشون نشون میده و بعد از در واقع قیام، که قیام آخرین نقطه ختامی بود بر همون حرکت مشروطه که الان اشاره کردیم که آنجا اومد و دوباره حاکمیت شیخ فضل الله نوری بود بر آزادی خواهان اون موقع به خدا و تقیزاده و وقیده. و این نقطه این هم توجه بکنیم که بعد از این دوران جدیدی به این ترتیب، یعنی با مبارزه با ارتجاع قبل از مشروطیت رو برو هستیم و چشم خودمونو به هم نزنیم و باید با این ارتجاع هرچی روشنتر تصفیه حساب بکنیم تا این از این نگذریم هنوزم بار سنگین قبل سرمایه‌داری رو رو دوشمون حد داره سنگینی میکنه و بتونیم اینی که معنای دموکراسی اون وقت برامون معنا داره گذشتن از این ارتجاع. و این باید بهمون اجازه بده آخه تا فعالیت نکنم آخه آنلاین نمیشه فعالیت کرد. آنلاین فعالیت ها همه چیز رفته طرف آنلاین، ولی آنلاین نمیشه تا در خودش معنا بده و در حساب. یه نمونه خیلی ساده همین مدارس و این کرونای چیزی رو نشون داد، اونم مدرسه رفتن در خیلی جا که مدارس ابتدایی بید، مدارس یا دبیرستان، مدارس وقتی تعطیل میشه تو حتی اگر البته خیلی جا بود تفریقی حتی یه دونه گوشی کوچولو هم نداشتن که بتونن ای کجدار و مریض یک کمی تازه چی میشه فهمیده یه گوشی کوچولو که جلوت باشه یه تصویر کوچولو چقدر خسارت بکنی چی یاد بگیری یا نه. فرض کنیم اینا همش امکانات وجود داشته و همه تونستن به اصطلاح چیزی یاد بگیرن، ممکنه حلی مسئله ریاضی رو یاد گرفته باشه، ممکنه شیمی رو یاد بگیره، ممکنه نمیدونن خواندن نوشتن رو حالا یاد بگیره. اما این با مدرسه رفتن زمین و آسمون فرق داره. اونی که میره مدرسه فقط این نیست که الفبا رو یاد میگیره، رابطهش با هم کلاسش، رابطهش با کلاس بالایه، رابطهش با کلاس پایینیه، رابطهش با معلم، با مدیر، با مستخدم چیز، با شیطونیایی که مرسه میکنه، در تمام اینا هست اون رو میسازه، نه اون خوندن و نوشتن. اینجا هست بین خوندن و نوشتن تا وجود در زمینه زندگی مردم درست مثل همینه، خیلی فرق داره. واسه همینه کار در زندگی و کار مردم فقط اونجاست که معنا پیدا میکنه. اون احتیاج داره به یه دوران دموکراتیک. دقیقاً درود در تو و شما بینندگان عزیز برنامه فرقی از تاریخ که به این برنامه هم توجه کردید. درود باشد، شاد و سلامت باشید. مثل اینکه خیلی بد نشد.